که میشه گفت تو این ساعت درست حد زدم من با اخوام خود مشاهده کنیم حالا به نیازه محله چارگلی اگه اونایی که بچه هم پرده فروشی، گل فروشی، پارچه فروشی، لباس فروشی صف فلافله روبیا بامیه برگردیم این دوره تو خیابون جیهون کنم چون دیگه موقع افطار یه کسی بیرون گوش دیوونم کرد گوشت فراوان خدمت شما عزیزان دل بله این ترافیکی که میبینید اینجا محله جیهون خیابون جیهونه تقاطع دامپزشکی قصدم اینه که تا اون جیهون رو بریم تا به سمت کمی یکی از محله های جنوب غرب تهران واقع در منطقه ده شهرداری که میشه گفت تو این ساعت همه طرفش ترافیکه و همه جوری شما اینجا ترافیک رو میتونید مشاهده کنید ببینید که تو این محل به این شلوغی چی در انتظارمونو حالا هواش به چه صورته تقریبا ساعت که نزدیک های 7:30 وسط هفته است میبینید که اینجا جزء محله‌هاییه که همیشه شلوغ بوده یعنی بافت شلوغی داره تو جنوب شرق تو جنوب غرب تهران عذرخواهی میکنم من همیشه اینجور محله ها رو واقعا توشون لذت میبردم قدم میدادم خب نزدیک افطارم هست و بکنم اینجا حلیم و آش داره بله درست حد زدم ببینید بافتش دیگه تقریبا میشه که از اون حالت خیلی متراکمی که کوچه‌های آشتی کنوندش در اومده اکثرا عقب نشینی هاشونو کردن رو میبینید حتی پیاده رو هم پهن شده و یه شکل و شمایل جدیدی به خودش گرفته و اون حالت بازاری قدیمیشو داره دیگه یعنی اینجا حالا پایین تر از خیابون سپه یا همون امام خمینی بعد اینکه تقاطعش رو رد کردیم خودتون بهتر میتونید ببینید که چقدر مغازه انواع اقسام مغازه های پوشاک و لباس و این چیزا هم اینجا پره همیشه گفت جزء محله های زنده هستش اون دست خیابون رو همیشه دقت کردید تو همه خیابون هایی که میریم مغازه های یا اون خونه هایی که بر خیابونه تغییر آنچنانی نکرده هنوز بافت قدیمیشو داره بیشتر به خاطر اینکه مغازه‌های پایین این خونه همه فروش رفته و دیگه اونا اجازه تخریب نمیدن این دست خیابون پیاده‌روی پهن‌تری داره نسبت به اون وقت من فکر می‌کنم 1.5 متر عرضشه اینجا حداقل 3.5 تا 4 متر عرض خیابونه هوا هم که لحظه به لحظه داره تاریک‌تر میشه خیلی دوست دارم اینجا فرق این بره تقاطع سپه و بعد از اون که از سپه رد شدیم و شما هم احساس کنید ببینید جمعیتی که اینجا کمتره ببینید اون سمت به چه صورت ببینید که الان میرسیم به تقاطع هاشمی اول بعد از تقاطع هاشمی میرسیم به تقاطع سپه خیلی هاتون به من گفته بودید که این سمت ها حتما بیان ببینید کوچه ها چقدر پهن‌تر شده نسبت به قدیم اما عقب نشینی کردم خاطر همین پهن‌تر شد من با اقسام خورما
رسیدیم سر قلعه هاشمی. الان زده موج موز حراج شد کلی 28500 گوجه سبز و چغالا هم که هست. قیمت گوجه سبزش من نمیبینم اینجا، هم که تقاطع هاشمیه همین مستقیم بریم میریم میخوریم به رودکی. دقیقا دو پیادرو این سمت هم دقیقا شبیه اون بر شد، همون عرض 1.5 متر بایتون میتونید مشاهده کنید. میزنی بهش نرم میشه و میل میکنه. من تو تبریز اینا رو خوردم خیلی خوب بود. تو کنم این کوچه باید یه ذره از بافت قدیمیش هنوز حفظ کرده، ولی بازم عقب نشینی داشته. اکثر مغازه‌هایی که اینجا هستش همه نیازهای اولیه حالا اهالی اینجا رو برطرف میکنم، ولی جلوتر یه جوره میشه گفت بافت بشم طوریه که میتونیم بفهمیم که علاوه بر نیازهای محله حالا مثل پوشاک، لباس، اینجور چیزا رو هم برطرف میکنم. مثلا اینجا نگاه کنید نشه تخت، تشک، سیسمونی، اینجور چیزا هم اینجا میفروشم. ما بغلی عدیبیه فروشیرم شدیم عطاری عدیبه هاش روش اومده بود بالا. تقریبا رسیدیم سر تقاطع سپه جیهون یا همون امام خمینی جیهون. جلوتر که بریم همین مسیر رو میرسیم به چهارگلی. اگه اونایی که بچه این محل باشن میدونن چهارگلی یکی از شلوغ‌ترین نقاط خیابون جیهونه، یا اصلا کلا تو این ناحیه میشه نام برد. همون سر تقاطع جیهون مالکشتر، خیابون مالکشتر معروفه به چهارگلی، هنوز به همون اسم میشناسنش. جا رسیدیم خیابون امام خمینی، حالا باید میشه تو چراغ سبز شد برای ما که ما هم بتونیم عبور کنیم. بعد سبز شد کلا این قوانین راهنمایی اینجا زیاد مطرح نیست دیگه، خودتون دیدید.
الان پرده فروشی، گل فروشی، پارچه فروشی، لباس فروشی، همه چیز دیگه کم کم به چشم میخوره. این دقیقا همون چیزی بود که بهتون گفتم. حالا دم افطار اکثرا همه داخل خونه افطار کنم، برای همین زیاد شلوغ نیست. حتما یه بار نزدیکای عید از این مسیر براتون ویدیو تهیه میکنم، خودتون مشاهده میکنید که چقدر شلوغه. حالا یکی در مورد اجاره این محل بهتون بگم، من تقریبا آشنا هستم به این محل. تقریبا میشه گفت حالا اینجا بخوای شما خونه اجاره کنید، یه خونه 80 متری براتون در میاد 100 میلیون، ماهی 2.5 میلیون. به به، این میگه تخمه رو بو میدادن یادتونه؟ صفی که میبینید صف فلافله، اینجا کیلویی میفروشه 55 تاش 45 تومن، 27 تا دونش 27 تومن. لوبیا بامیه، دلتون نخواد دیگه. رسیدیم نزدیک چهارگلی، یه پر از پاساژهای کوچیک و بزرگ از قدیم ایام، اینجا همیشه شلوغ بوده. حالا اینجا خیابون مالک اشتر، همون تقاطع چهارگلی خودتون میتونید مشاهده کنید. حالا یک کوچولو بریم داخل شما ببینید. خب دور بزنیم برگردیم بریم تو هم مسیرمون. قسم اینه که تا کومیل بریم، کومیل که میدونید همون بابایان سابق یا خیابون شاروخ اسمایی اینجوری زیاد داشته. خود کمایل هم که تا انتها بریم میرسیم به سر سرسبیل دیگه. هم بازارچه هاشه، بریم داخلش. برگردیم به این دوره تو خیابون جیهون. البته یه بازارچه ای مانم پیدا کرده این پاساژا، هم و اقسام خورما. بالا هم که همون چهارگلیه دیگه، خودتون میتونید مشاهده کنید. برگردیم بریم پایین.
بافتای قدیمی، محله شلوغ، مدلی یه جذابیت خاص خودش داره. قشنگ تو تهران شما میتونید همه مدل پیدا کنید. دستور شد یه کم کم دارن جمع میکنن چون دیگه موقع افطار یه کسی بیرون نیستش. جلوتر هم که الان میرسیم سر تقاطع منتظری، جان که رشته درست میکرد. خیلی از دوستان ویدیوهای شبو دوست دارن، خیلی از دوستان یعنی غالب بیشتر روز دوست دارن. حالا سعی میکنم تا اونجا که میتونم هفته یه ویدیو از شب براتون قرار بدم. اینجا هم که تقاطعی مرتضوی بود، بله شیرینی فروشی. سبز نیم کیلو 42 تومن، سیب زرد 15 تومن، قرمز 15 تومن، عزیز دیدید رو وانتش داشت لوازم خانگی میفروخ. اکثرا کسایی هم که قسطی فروش هم تو اینجور محله ها قسطی میفروشن و حالا مشتری خودشون رو دارن. اوتوماتیک شده دیگه، راحت راحت نمیزن. اقسام تخمه بوداده تقریبا یه دلی نزدیک تقاطع کمیل بیشیم. دیدید که یه خواهی کل بافش تغییر کرد و اکثر شد مغازهایی که الان علاوه محتاج روزانه نیازهای دیگر هم برطرف میکنه.
اون دست خیابون هم دقیقا مثل همین بعد پر از مغازه است. اونجا هم که مایی فروشیه، مایی فروشی نهیده بودم که اون دم مایی قزلاله زنده بوش دیوونم که گشتم شد بحبن اون سنگه که تازه همه چی با هم یا هجوم آورد. ممنونم از همه شما عزیزان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی بدرود. Oh, God.